Bismillahirrahmanirrahim. Hadisi 36. Beraberden hocatoy musalmanon. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی از مؤمنی که سختی از سختی های دنیا را برطرف کند الله سبحانه و تعالی از او سختی از سختی های روز قیامت را برطرف میکند و یکی بر فقیر آسان بگیرد الله در دنیا و آخرت بر او آسان خواهد گرفت و کسی عیب مسلمانی را پوشاند الله تعالی عیب او را در دنیا و آخرت می پوشاند و الله در یاری بنده است مادامی که بنده در یاری برادرش است و کسی راهی را پیش گیرد که در آن راه طلب علم کند الله راهی بهش را به او آسان گرداند و هرگاه گروهی از مردم در خانه از خانه های الله یعنی در مسجدها جمع آیند تا کتاب الله قرآن را تلاوت نمایند و درسهای آن را با هم بیاموزند مگر این بر آنها آرامش فرود آید و آنها را رحمت فرا گیرد و فرشتگان آنها را در بر گیرند و الله تعالی آنها را به کسانی که در نزد او هستند یاد کند و کسی را که عملش به تأخیر انداخت نسبش او را به پیش نمی برد. این حدیث را امام مسلم با این لفظ روایت کرده است. فایده های حدیث: فایده اول، ترغیب کردن در دور کردن سختی ها در دنیا و اینکه الله تعالی به سبب آن سختی های روز قیامت را دور میکند. فایده دوم، البته جزا و پاداش از جنس عمل است، پس عمل دور کردن سختی است و جزا هم دور کردن سختی است. فایده سوم، ترغیب کردن در آسان گرفتن بر فقیران و البته جزای آن آسان گرفتن در دنیا و آخرت است. فایده چهارم، در پوشانیدن عیبها ترغیب نمودن زمانی که در پوشانیدن آن مصلحت باشد و البته جزای آن پوشاندن عیب در دنیا و آخرت است. فایده پنجم، تشویق نمودن بر یاری دادن مسلمان بر برادر مسلمانش و البته هنگامی که برادران مسلمانش را یاری دهد پس البته او به این سبب یاری و استوارگردانی الله را به دست می آورد. فایده ششم، بیان فضل طلب علم شرعی. فایده هفتم، فضل جمع آمدن در مسجدها برای تلاوت و آموختن قرآن. فایده هشتم، البته ایمان و عمل صالح سبب در آمدن جنت و رسیدن به درجه عالی در نزد الله سبحانه و تعالی می شود. فایده نهم، البته آبروی و شرف و نسب به عمل صالح در نزد الله صاحبش را فایده نمی دهد. الله سبحانه و تعالی به ما علمی با عمل را نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.